سلام و وقت شما بخیر شما بیننده بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم حکومت افغانستان برای نخستین بار در نشست وزیران خارجه آسیای میانه دعوت شدند وزارت صنعت و تجارت نشست وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه را در افزایش داد و های بازرگانی مهم میدانند از آدرس افغانستان در این نشست سرپرست وزارت خارجه اشتراک داشت و اینجا برای بحث بیشتر میر جلال الدین هشام استاد دانشگاه با ما حسن استاد سلام بر شما و اخیل هم خوش سلامت سلام استاد نشست آسیا میانه دقیقا دیروز بود که به نمایندگی از افغانستان وزیر خارجه افغانستان اشتراک کرده بود در اینجا نقش افغانستان چقدر میدانه که مهم باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و نستاین سلام خدمت شما و خدمت همه بینده عزیزی ما نگفتن من ما در یک موقعیت قرار داریم البته افغانستان متاسفانه به قول آمیانه ما مهاد بخشتق قرار داریم اما از در پولیش موجودیتی بعضی از امساهه های نیک اندیش مثل آسیا ایمانه ما فکر میکنم بیشتر و بیشتر به نفع افغانستان هم انشالله است و مجلس دیروزی که خوشبختانه افغانستان این بار وزیر خارجه افغانستان این بسیار کلان دیپلومات کلان افغانستان رسما دعوت میشه در مجلس اشتراک میکنه من فکر میکنه این معناش هستی که در یک دهی اخیر یا یک نیم ده اخیر از یک رابطه بسیار خوبی اگر ما در گذشته با پاکستان و با ایران فعلا رابطه خوب نداره خواستن با پاکستان اما خوشبختانه با یک بخش دیگه یک قلمروی کلان دیگه به نام آسیای میانه رابطه بسیار خوبی را داریم اگر ما میتونیم با تا رابطه یک تنگ و تنگ موجود داره ناگفته نمونه که آسیای میانه به اقتصادی و به لحاظ ذخایر زیرزمینی ذخایر کلانی که داره خوشبختانه میتونه افغانستان از امکانات خوب استفاده بکنه و در پولش با توجه به امکانات که افغانستان داره بلاحاظ اقتصادی و بلاحاظ اما تولیداتی که می داشته باشه می که بازو تری فرصت امکانات و کالایی که تولید میکنه در اختیار قرار بدن بحث دیگری که شما حتما در جریان هستین مردم افغانستان مستحضر هستن بحث رای لاجورد که از از موارد بسیار مهمی هست. خوشبختانه ممکن است دی جلسه دیروز مطرح شده باشه با میان وزرای خارجه آسیای میانه که پیشتر شما اشاره کردین این معناش است که افغانستان میتونه از این فرصت خوب استفاده بکنه اگر یک طرف ما با جنوب افغانستان که عبارت از پاکستان است و غرب افغانستان گرچه رابطه ما با ایران هم نسبتا خوبتر است اما با پاکستان بهتر این ما میتونیم از این امکانات خوب استفاده بکنیم هم برای صادرات کالای ما و هم برای واردات کالایی که ما نیازمند هستیم چه در بخش های مختلفی که ما داریم ما میتونیم از این استفاده بکنیم و کپی اساسی ما بحث رای لاجورد از خوشبختانه که ترکمنستان و حتی در آینده ازبکستان و آسیا تاجکستان هم شاملی همی خط شوه گپی بسیار اساسی است که چطور ما میتونیم از این امکانات و از این فرصت ها استفاده بکنیم با توجه به وضعیتی که فعلا در افغانستان از حضور جامعه جهانی در رأس ایالات آمریکا مردم افغانستان در جریان هستند متاسفانه حضور آمریکایی از دیدی بعضی از دولت ها مسی آسیایی مانه که روس ها انز هم نفوذ بسیار کلان در دا آسیای دارن یک مقدار با شک و تردید میبینن امیدوار به هستم که با حضور جامعه جهانی خاصن حضور آمریکایا منجر به این نشوه که یک تعدادی از دولت ها احساس بکنن گویا احساس خطر داشته باشن این بیشتر تلاشی بوده شما مانندی که همیشه رئیس جمهور افغانستان بحث اقتصاد محور افغانستان اقتصاد محور مطرح کرده ما چطور بتونیم از این امکانات استفاده بکنیم این یکی از قدم های نیک و یکی از قدمای های پرثمر و خوشبختانه وزیر در خارجه افغانستان در این, نشست افغانستان این مجلس اشاره کرده. شد که سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این نشست اشاره کرده بودند دقیقاً شما چه تغییری در این نشست با نشست های قبلی میبینین و دقیقاً این نشست چقدر میتونه که روی داد و سودت تجاری میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه تغییر ایجاد بکنه پیشتر شما اشاراتی هم در رابطه داشتین این نخستین باری است که وزیر خارجه افغانستان به عنوان یک دیپلمات مهم و موثر افغانستان در مجلس دعوت میشود در مجموع به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنن این معناش ای است که آیسایسه سا آسیای میانه او وزرای خارجه کډ مجموع مرود به دولت توستان اړقمن به یقین افغانستان هم باید اجازه حضور داشته باشه نفس حضوری رئیس وزیر خارجه افغانستان یعنی نمایه با صلاحیت افغانستان در د دې مجلس ما فکر میکنیم یکاس عام از لازی سی او سی و عام از لازی اقتصادی تاثیرات بسیار کلونی می داشته باشه درگذشته اگر, اگر یک مقدار روابط نسبتا مناسب تر بود این رابط میشه که مستحکم تر شوه این رابط میتونه که هم در بودی سیاسی هم در بودی اقتصادی هم در بودی صادرات و واردات یک مقدار که قوی تر و محکم تر گپ اساسی است که پیشتر ما اشاره کردم ما تا زمانی که در منطقه که ما قرار داریم در افغانستان در یک موقعیت قرار داره با شک وجود داره ما رابطه ما با استراتژیک با امریکا و با دولت های مختلفی داریم با ناتو داریم اما ناگفته نمونی که بالاخره ما در یک قلمرو قرار داریم که او به نام قلب آسیا هست افغانستان بالاخره در قلب آسیا موقع قرار ما بخویم نخواهیم مجبور و مکلف هستیم رابطی تنگاتنگ داشته باشیم با آسیای میانه با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان حتی با روسیه این چون ما در موقع قرار داریم. هم بل لازی اقتصادی ما متاثر هستیم و باید از این لازی اقتصاد ما باید استفاده بکنه هم از لحاظ سیاسی ما مکلف هستیم و متاثر میشیم باید رابطی تنگاتنگ داشته باشیم از موارد ته حال ما متاسفانه بهو مشکل مواجه استم امي رابطي خصمانه کې پاکستان به افغانستان دره ما موافق نشدم اما په توجه به مشكلات اقتصادي کې پاکستان داره او په خطي اهاني قرار راځي او يا خطي خطوي مختلفي اقتصادي قرار است چې از افغانستان عبور وکنه به پاکستان انه موافق نشدم چې اي ای یو مقدار تحسيرګزور بشه نسبت به سياست سياستایي کې پاکستان نسبت به افغانستان درزه موافق نشد اما خوشبختانه کشورایی که پیشتر شما اشاره کردین معناش است که او بیشتر توجهشون به در پولی که در بود سیاسی تاکید دارند در دا بود اقتصادی هم تاثیرات خود می داشت خود نفسی همچو یک برنامه ها نفسی چنین یک جلسات او هم به سطح بسا کلان به سطح وزاره خارجه افغانستان آسیایی من فکر میکنم تاثیرات بسا کلان می داشته باشه معناش ای هسته که افغانستان آیسته آیسته اما رابطه کموتومی که در دا گذشته داشت عالی رابطه یک مقدار محکم تر میشه ما از همون محاصره که قرار داریم دا گزشته ما دا پاکستان در گذشته ما تشویش می بود اگر پاکستان دروازه خود برای ما بسته کنه کالاهایی که ما وارد میکنیم چه, خ... چه خواهد چه دیا کالایی که ما صادر میکنیم چه خواهد یا در مثلا پاکستان ایران چنین کار داشته باشه خوشبختانه یک دروازه کلانی آله برای کالای افغانستان برای تاجر افغانستان واسطه ما میتونیم که کالای خود به خوبترین فرصت با کوتاهترین فرصت ما به بیرون از افغانستان صادر بکنیم و در پولش ما میتونیم کالایی که مورد نیاز مردم افغانستان است تاجرایی که کالا رو وارد میکنه چه در بخش مواد نفتی چه در بخش مواد غذایی ما میتونیم از این امکانات بله. استفاده کنیم افغانستان گفته شده که البته راه کوتا و کم هزینه بر آسیای میانه با آسیای جنوبی است و از این راه افغانستان چگونه باید استفاده بکنه چه قسم از این فرصت استفاده بکنه که شما هم قبلا اشاره کردین دقیقاً برنامه‌ریزی حکومت چگونه باید باشه که ما بیشتر روی تولیدات خود هم تمرکز بکنیم بدون شک بدون شک بارها تاکید شده که افغانستان در قلب آسیا قرار داره واقعاً افغانستان یعنی یک معبر است یک گذرگاه است برای آسیای میانه برای کالایی که قرار بشه به جنوب افغانستان و به پاکستان و بالاخره به با, با, با اندوستان به یا صادر بکنم ما فکر میکنم بهترین راش امی هسته. اما متاسفانه انز ما مشکلات خود در این داره یک بخش مربوط میشه به بودی خارجی افغانستان متاسفانه بحث تروریسم بحث نامنی در افغانستان منجر به این شده که اونمو پور جای کلانه که پیشتر من اشاره کردم در گذشته یعنی تقریبا 3 4 سال قبل آغاز بحث پایپلاین گاز را که شما حتما در جریان مردم افغانستان در جریان بحث برق کاسا 1000 مطرح است بحث موارد دیگه که چند روز پیشتر یک بحث ما شما در ازبکستان خط آهنی با. که باید عبور بکنه از بالاخره از مزار شریف بیرتان به با شمال از شمال بیا و به پاکستان از طریق نیف پروان کاپیسو یا این معناش ای که این خوشبختانه تعدادی از کشورها در پی هست است چنین یک رابطه رابطه داشته باشه و گپ اساسی است که افغانستان چطور میتونه از فرصت خوب استفاده بکنه یعنی بهترین راش است که ما پروژه که در گذشته دو سال قبل آغاز کردیم در حتی در زمان کرزی آغاز کردیم یا سه سال قبل عملا دکتر اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان این عملا ایر ای 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 افتتاح کرد تاکید ای است که این پروژه به هر شکلی باید عملی شه اگه قرار باشه که این پروژه رو ما بتونیم عملی بسازیم این اجرایی بسازیم بریم به بس سوی تطبیقش دو حالت ما فکر میکنیم آیستا آیستا پاکستان هم متوجه میشه که بهترین راهی است که ما بریم ایواز که ما از در دروازه به اصطلاح تخاصم و جار و جنجال با مردم افغانستان پیش بریم در حالی که بهترین ذره ضرر شده و اون ببینه ناگفته نمونه آنقدر که ما با ما با انرژی ضرورت داریم از اینکه بالاتر پاکستان ضرورت داره عین شکل با غذایی که ما ضرورت داریم شاید پاکستان از این بالا فراتر خواستن دباغش نفتی بیشتر نیاز داره پاکستان بیشتر نیاز داره این بهترین راهی است که ما چطو از این سود ببریم چطور از این استفاده کرده بتونیم بالاخره چطور پاکستان متقاعد بشه اما گپ پستی که اساسی است که در نتیجه در فرجام خای نه وقتی که آسیای میانه با ما بود ترکمنستان و ازبکستان قزاقستان و بس خط رای لاجورد که پیشتر شما اشاره کردین سرانجام پاکستان هم متوجه میشه که این بجز از اینکه به ضررش بوده باشه بهترین راه که ما از, ای فرصت از که این فرصت استفاده کنیم. شما چی است که دقیقاً این نشست ها چقدر میتونه که نتیجه مثبت در پیدا شده باشه قسمه که چند پیش هم شاید بودیم که نمایندگان چند کشور که از جمله ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغستان و چند کشور دیگه بود که گرده هم اومدن در کابل و برای گسترش روابط اقتصادی اینا هم گفتگوی داشتن دقیقا حالا نتیجه این گفتگوها چگونه خواهد بود؟ ما برداشتم این اول که هنوز که هنوز هست کشورهایی که پیشتر اشاره کردین با حضور امریکا یا در افغانستان یک مقدار شک و تردید دارن احساس یا ای است شما در حتما در جریان هستید مردم افغانستان در جریان هستند یک, یک, یک رابطه بسیار تنگاتنگ مابین روسیه و ترکمنستان و ازبکستان کشورهایی که شما پیشتر اشاره کردن رابطه وجود داره بله. اما متاسفانه اون رابطه سالم را که باید روسیه با امریکا داشته باشه متاسفانه رابطه وجود نداره این حضور امریکا در افغانستان چطور دیپلماسی افغانستان و رهبران حکومت افغانستان چطور به اصلاح وانمود میسازه چطور ایران بتونه به این دولتایی که پیشتر ما نمایشا گرفتیم چطور یار اطمینان مت حضور امریکا یا حضور ناتو در افغانستان در مجموع بذرای نیست با که از امنیتی به نفع امنیت منطقه بوده باشه و گپی اساسی دوم ای است که این مرون میشه به این فرصت ها به رهبری حکومت افغانستان به دستگاه مالی و سیاست های تجاری افغانستان که از این امکانات خوب استفاده بکنن و خوشبختانه یک دروازه بسیار کلان برای ما شما باز شده بس رای لاجورد که از از مواردی بسیار مهم است که گذشت های دور متاسفانه تکرار میشه تکرار میشه اما کار عملی شروع نشد خوشبختانه دفتای قبل کار عملی شروع شد عملا کالایی که مربوط به افغانستان بود یک مقدارش بالاخره به با ترکی, از ترکیه شاید به با بازار اروپا هم رسیده باشه بهتری راهی هسته که ما از این فرصت و از این امکانات خوب استفاده بکنیم و به نتیجه چی که هم بحث اشتغال مطرح شه هم بحث توسعه اقتصادی مطرح شه هم فقر و فاقه که مردم افغانستان اکثریت جوان افغانستان به او روبرو هستن خانواده روبرو هسته چطور میتونیم یک پیدا که خدا بخواد آیست آیسته ایره کاش بده و آخرین موردی که در این رابطه مهم است بحث پروژه‌ای که در گذشته ما آغاز کردیم نباید حکومت وحدت ملی خواستن رهبری حکومت وحدت ملی کسای دستگاه تجاری و اقتصادی که مسئولیتشان هسته برای تطبیق پروژه این گامه های عملی باید بردارن دلیل این که تعداد زیاد از مسئولین حکومتی ما که دای دا ارسه کار میکنن گویا مشکل امنیتی از موارد دیگه وجود داره ما عملا میتونیم مع قرار بشه بس مشکل امنیتی مطرح باشه ما لوه ها و فرقه ها و بخش های خاص نظامی رو ما باید داشته باشیم استفاده باید, باید بکنیم در صورتی که ما چنین کار انجام دادیم این بعد زودترین فرصت امکانات بعد از ما میاد این چقدر پروژه ها را که کشور آسیای میانه در افغانستان دقیقا گفته بودند که عملی باید بشه چه قدر از اون دقیقا عملی شده تا حالا؟ که مربوط به واس چیزی که مربوط به ترکمنستان بود مربوط به ازبکستان است با حتی مربوط به تاجیکستان است خوشبختانه به اصطلاح به قول یامیانه کاری خانگی تا خود تا انجام دادن اما این طرف مربوط میشه به افغانستان مربوط نشه به حکومت افغانستان مربوط میشه به به ادارات دولتی که در بخش اقتصاد و در بخش مالی و به در بخش دا انتقالات یا و مکلفیت دارن یا با یک مقدار توجه داشته باشند در دا غیر از ممکن نیست که آنچه که مربوط به او بود مربوط به قلم یو بود و تعالی و تکمیل کرد پس نظرتون چی است که چرا در اکثر تطبیق پروژه که از طرف کشورهای بیرون باید در افغانستان تطبیق بشه افغانستان ناتوان است دقیقاً علت شش ما در یا ما بارها بارهای بارها ای متاسفانه این موضوع ای مطرح کردیم اما باز هم ما تکرار تاکید میکنیم شک وجود نداره ما مشکلات امنیتی یکی از چالش‌های بسیار کلان هست اما به او حد امنیتی که ما تمام موارد بلا خ رب مشکلات امنیتی ما پیشتر ما اشاره کردم این اره. رای موجود اگر نقاط یعنی میورایی که در بعض ولایات افغانستان مثلا بسری که پیشتر بس لوله گاز شما مطرح وقتی بس انتقالش از بادغیس و هرات میره به فراه و به گجا و بلمند المندگاپ اینی قلم را و ممکن است به اصل دقیق تر تامین امنیتش توجه شود اما نو گفتن من بعضی نقاط را ما داریم که اوقدر مشکل امنیتی نداره ما چالش های امنیتی نداریم بر برمیگرده به مدیریت کلان که مربوط به دستگاه اقتصادی مالی افغانستان است چطور این اقدام میکنن چطور برنامه ریزی میکنن چطور تقسیم اوقات و اصلاح چطور زمان زمان بندی باید بکنیم با چه مدت باید انتقال شه متاسفانه ما مشکل داریم در حالی که یکی از از موارد مهمی که برای تطبیق برنامه و برای تطبیق پروژه مطرح است بحث زمان بندی و پروژه است برای چه مدت پروژه با تطبیق شه مثلا امی برنامه خط لوله گاز اشاره کردم تا کدام مدت مثلا در سایه بادغیس تکمیل شه بعد از در ایراد که بعد از می در ولایت مختلف چطور باید آمادگی داشته باشیم بل اخر با اسری زمان نظر با و پلانی که ما گرفتیم باید عمل ما مشکل داریم انا که فوق چقدر میتونه دست کشورهای بیرون باشه که اونها نمیخوان که بعضی پروژه های کلان در افغانستان عمل بشه نا نمونه بدون شک که چالش کلان هم بوده باشه مثلا بعضی مداخله دولت های مختلف مطرح است بس ایران و بس پاکستان شک موجود نداره اما نگفته نمونه که این مربوط به حکومت افغانستان است مربوط به رهبری حکومت افغانستان و مربوط به ادارات مربوطه است که چنین اقدام باید بکنن ما وقتی که شک موجود نداره ما اگر دوستم داریم در پالش ما حریف هم داریم حریف هم تلاش شانمی است که باید پروژه کلانی که مثلا بعضی اعمار بند برق و بعضی کاسای اگزار و بعضی پروژه ج... انتقال گاز و گپ و شک موجود نره و به صورت مداخله خونده میکنن اما گپ اساسی است که نباید ما بشینیم وزیر ما نباید انتظار بکشه که چه وقت به غرب افغانستان صلح و صفا شده آرامش آتو ما چند پیش شاید گشایش راه لاجورد بودیم دقیقاً که گفته شد که در این راه هم چالش های وجود داره که بیشتر مربوط وزارت ترانسپورت میشه دقیقا در اینجا استاد قبل از اینکه ما به گشایش راه ها و ایجاد های بریم چه برنامه های قبل از خلب باید وجود داشته باشه که ما بتانیم از این راه خوبتر استفاده بکنیم یکی از مواردی که بسیار مهم از بارها ما مطرح کردیم متاسفانه موجودیت ادارات موازی است هر وزارت خانه ایدر اداره مختلف میگه این مرود به ما است یا وزارت اداره دیگه میگه این مرود به ما شما در جریان هستین رئیس جمهور افغانستان تای فرمان بلاخر وزارت فواید و وزارت, وزارت ترانسپورت و اداره مستقل اوانوارد نفیچ یا, حت یا جا هن هن ما پیشنهاد می به برابری حکومت وحدت ملی افغانستان نباید ما بر بسلا یعنی تصامیم آنی و آجیل باید بگیریم ما باید می باید بگیریم که بالاخر منتج بر نفع مردم افغانستان بوده باشه بالاخره این پولیسی که دو سه وزارتخانه یک جای میشه باز دو وزارتخانه جدا میشه تا چی وقتی دوام باید بکنه حداقل شش 6 ماه تا یک سال علمی تای باید بکنه این ای تشکیلات این باید یک جایش با آیا تشکیلات فواید با با ترانسپورت امغانی دار نداره آیا تشکیلاتی که مربوط به عوان آوردی و آریانا مربوط به اول با, با او فواید یک جای میشه بالاخره امغانی دار نداره متاسفانه یک بخش از زمان یک بخش از فرصت ها دینی بخش هم ضایع میشه بهترین را ای که وقتی ما میفهمیم اینی موارد خواستم بحثی را که شما بحث انتقالات کالا مطرم از ترانسپورت و ترانسپورت زمینی و اوایی گپا بخشای حیاتی هست که این منجر به چی میشه منجر به کارآفرینی میشه منجر به رفاه و ترقی مردم افغانستان میشه بهتره است که این را به یک مقدار عمیقانه و در عین حال علمی سرش بحث بکنیم چون یک تصمیم گرفته شود جالب است که در حکومت افغانستان خواستن حکومت وحدت ملی تا معمول بوده در هر شش ماه تشکیلات قابل تغییر است در هر سه ماه ساختار تشکیلات تغییر میکنه دا آغاز سال کاری صورت میگیره دا د نو د اقتصادي او د حقوقي وخت کله چې مو به ست ساختار تشکیلات مطرح شي قاعده ای ده چې باید بودیجه افغانستان جامه ساختار تشکیلات یو ځای په پارلمان وره ان هم ساختار تشکیلات مو وایم بودیجه ما, ما. تاسفنه واقعي مشکل کلان وجود در ان یو کم از دلایلی کې پښتر شما اشاره کړی یو کم از دلایلی اهميسته کې بعضی از ادارات دولتی افغانستان در پولی که کمکار هستند در پولی که مشکلات دارند در دا پولی که ما یک تعداد افراد متخصص خوبی که می متاسفانه متاسمان از اون محروم یک تعداد محدود وجود داره این کلش یک جای شده جمع مشکلات امنیتی منجر بشه که تعداد از پروژه ما باید به با موقع عملی نشه با به موقع تطبیق نشه و نتیجه شما معنی است که انزه ما بس امور بیکاری که وقت مطرح میکنیم بالا میره بس فقر که مطرح میکنیم باید بالا بره چون ما مشکلات خود داریم متاسفانه و بس دیم بس یانو بودجه این کشور فیس کاری بس جای کردیم ببنیم. که افغانستان در جمع کشورهایی که ما قبلا یادآور شده ایم یک جایگاه خاص داره دقیقاً ما چه باید بکنیم که این موقعیت خود باید بکنیم بهتری رایی است که امو نزاکتایی که وجود داره از لحاظ سیاست های کلان در منطقه در جهان بعضی از عمر... حضور امریکایی در افغانستان بعضی ناتو اون موارد را که پیشتر من اشاره کردم حکومت افغانستان و دستگاه دیپلماسی افغانستان چطور بتونه وار به اصطلاح متقاعد بسازه حضور جامعه جاری در افغانستان به ضرر شما نیست مثل که تاوالی نبوده دی 10 سال یا 15 سال تا گذشته هم نیست و بهترین راهی است که برای رفاه و آسایش ملت ها. برای رفاه و آسایش حکومت ها در دا منطقه قرار در بنام آسای میانه یا قلب آسیا ما میتونیم از این امکانات خوب استفاده بگیریم فرصت هایی که افغانستان داره ما در دا اختیار شما قرار میدیم امکانات و فرصت که در اختیار شما شما اختیار ما قرار بتیم بلاخر منجر بیشه که ما از امکانات خوب استفاده بکنیم برای تبادله کالا به طرف و برای انتقال کالای که وزر رادن بیتر و سر انجام بر انتقال کالای مجموعه چی تولیداتی که ما داریم چی تولیداتی که مربوط به آسیای میانه است چون ایران میتونه در علاوه بازار تجاری ما با, با کشورهای آسیای چی چگونه هست و دقیقا داد واسطه دا ما سالانه یا ماهانه دقیقا تخمینی اگر بگوین چقدر شک موجود نداره که خوشبختانه این رابطه ای تجاری ما و رابطه اقتصادی ما و صادراتی ما خوشبختانه با دمدمو با دولت که پیشتر شما اشاره کردن رابطه بسیار خوبی است اما نگفتن نمیره با او حدی حد که ما انتظار داشته باشیم و او انتظار با او عدم نیسته ما یک مشکلی کلان که متاسفانه داریم بیشترین فوکسی ما سری واردات است وقتی که ما 90 92 فیصد واردات داریم و 8 فیصد صادرات داریم متاسفانه کمتر اما نگفتن نمونه که بلاهاز اقتصادی و مالی و بلاهاز دیپلم خوشبختانه یک رابطه بسیار خوبی داریم اگر دگذشته دا فیصدی یک مقدار پایین تر بود ولی خوشبختانه روز به روز بالا شده میره اما گپ اساسی هست که با توجه به افتتاح رای لاجورد ایران که آل آماده شده ما دیگه کمر بسته کنیم خواستم بخش اقتصادی افغانستان بخش خصوصی افغانستان برای برای بر صادرات کالای ما بیشترین تاکید ما این نباشه که ما همیش به اصطلاح به یک سرزمین وارداتی بوده باشیم با آنچه که ما دار از بیرون باید باید وارد بکنیم بهترین راهی هسته که حکومت زمینهای انکشاف سکتور خصوصی را چه در بخش قالین است چه در بخش کالاهای دیگه یا چه در بخش میوه‌جات پس این آماده را داشته باشه که بیشترین مواد باید انتقال داده و بیرون از افغانستان بشه. بیشتر انتقالات که ما از داخل به این کشورها میتونیم داشته باشیم چه ها میتونه باشه؟ کدام کالا؟ متاسفانه که ما یک مشکل بسیار کلان داره مواد دا پولیش ما یک صفت کلان هم که در گذشته برای مواد افغانستان یک سرزمین زراعتی هسته اما ما که بین کسی که به اصطلاح سرزمین سالهای سال زندگی کردیم ما متاسفانه انزم با توجه به نامی که برای صفتی که به افغانستان به یک سرزمین زراعتی دکوشه است. ما گندم از بیرون وارد میکنیم آرد از بیرون وارد میکنیم برنج از بیرون... آن چی که مواد غذایی که ما در دا مجموع زراد داریم اکثر ما از بیرون وارد نمی‌کنیم متأسفانه تمام زمینای های زراعتی شما در جلال مکمل به صاحب مسکونی تبدیل شد تمام زمین های زراعتی مکمل غصب شد یا تمام زمینای های زراعتی ما در دا گذشته داشتیم زمینای آبیاری به مساعد نشد منجر به شد دیقان باید زمین های خود باید بفروشه و یک بلاغ به صاحب مسکونی رو تبدیل بکنه متأسفانه ما مشکل داریم یکی از دلایلی که ما موفق نشدیم این بوده که ما در طول 15 سال یکنیم در اخیر از این امکاناتی که در مجموع جامعه جهانی در اختیار ما قرار داد خاصن دا بودی زراعت د بود مالداری ما از امکانات خوب استفاده کرده نتونستیم شاید تا حدی در بعضی جاها در بعضی ولایت ما این کردیم اما در اکثر ولایت افغانستان ما مشکل داریم بیشترین فوکس ما همین پیشتر ما اشاره کردم 90 فیصد واردات که شما میگین اکثریت این مواد غذایی هسته اکثریت این مواد است که از بیرون از افغانستان وارد میشه در حالی که ما به سرزمین زراعتی یاد میشیم ما نه داره سوی داریم ما داریم ما داریم, داریم سرانجام نتیجه هم امی است این ده سی قلمی که ما داریم بحث زعفران خوشبختانه در دنیا اول شده بحث میوه که ما در مجموع تولید داریم خوشبختانه در اکثر دنیا اکثریت اقلامش به اول است اما این بسنده نیست وقتی که ما یک بلانس را ما در نظر میگیریم واردات صادرات در کجا هست و 90 درصد 92 درصد 28 فیصد اصلا قابل مقایسه نیست هدف این است عدف که چطور میتواند دستگاهی که پیشتر من اشاره کردم وزارت زراعت افغانستان وزارت صنعت تجارت افغانستان وزارت خانه دیگه دی بخش کار میکنن چطور ما میتونیم که بعضی تولیدات چطور ما را بالا ببریم چطور کیفیت بالا ببریم و منجر به که ما از یک لگ مواد خوراکی خود در بیرون از بیرون افغانستان وارد کنیم بالاخر خود ما خود کفایت شیم خود باید استفاده بکنیم متاسفانه مشکل ما نظام داریم استاد در پایین برام و خیلی کوتاه نظر به تجارب گذشته گردیده دیده شود دقیقا نتیجه این نشست چگونه خواهد بود و در آینده ما امیر روابط تجاری خود با کشورهای آسیای میانه چگونه باید خوشبختانه ما برداشت می است که نفس چرین یک برنامه یا محفلی که بالاخره بنامندگی از افغانستان و وزیر خارجه افغانستان در اشتراک میکنه معناش است که او هم یک مقدار متوجه شدن که افغانستان هم سرزمین میشه از مش از امکاناتش از فرصتاش خوب استفاده شه چی بس واردات چی بس صادرات مطرح یک بس دوم ای این است که افغانستان چطور بتونه از این فرصت پیش آمده استفاده بکنه تا گذشته ما ایرار نداشتیم ما را, را لاجورد نداشتیم اول خوشبختانه ایرار داریم اما اولی میتونه که به کشورهای مختلف آسیای میانه صادر شه شاد. هم میتونه که از این طریق به بازار اروپا هم انتقال شه یعنی میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم اما ضرورت به که به یک مدیریت خوب به یک منیجمنت خوب با یک اخلاص و صداقت ما بریم پشت چنین کارهایی خیلی سپاس میر جلال دین شما استاد دانشگاه از شما در زیر بنات تشریف و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شما از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 55 پول یک یورو 86 افغانی با 68 پول یک پاوندنگ انگلیسی 96 افغانی با و 74 پول یک در همه مراد 20 افغانی با 60 پول هزار تومن ایرانی 7 افغانی با 6 پول هزار کلدار پاکستانی 541 افغانی و هزار کلدار هندی 1007 و این هم قیمت طلا یک گرم طلای کویتی 2890 افغانی یک گرم طلای سنگاپوری 2560 افغانی یک گرم طلای بحرینی 2600 افغانی یک گرم طلای عربی 2500 افغانی یک گرم طلای ایرانی 2000 افغانی و یک گرم طلای روسی 1900 افغانی و این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر چهل و شش افغانی یک بریارد خارجی هزار و چهار افغانی یک بری برنج خارجی دو هزار و شش سد افغانی یک لیتر تیل پترول پنج و چهار افغانی و یک کیلو گاز شست سپاس از همراهیتان تا این دم تا برامی بعد خدا نگهدار. Oh